دلوی او مهربانه خدای په نامو سلام او وخت مو په خیده غوازم روز خبرونه په قدر مونږ لدونکو د نن ورځې خبرونه د مو ځنشن شیرزاد بشیر هر کله کوم باید هله چی وخوشاله ورځ موبایل کړی وي په نننې خبرونه باندې پیل کو په بل کې هم رزول کسان غشي تاسو خبریاستای د افغانستان او پاکستان د ترانزیت په برخې کې ولرڅونځي پدې شوی چې پاکستان د افغانستان اومده مالونه د ترانزیت هنته د ترانزیت تا مخنیوي کوي د هلال چې د پاکستان مالونه ته جکستان ته پرهاتې سره د افغانستان لالر تکړه تایکه بیا هم درنګه ډيرين نور ستونزې چې د ساده ګرو پر بلاندې پروتې دی د او دي تورتې نورې پوښتنه چې د افغانان سنده افغانستان او پاکستان د خونو عمل رئیس احمد الله افغان چې همداشي بل موږ سرپستې دوکې د سبب ورته افغان سپسټ بشي سې دو ته خیره دا څو تلویزیون محترم ویډیو نو تاسو سلامونه ورانږدې کوو سلام تاسو افغان څه په بل کې کده افغانستان او پاکستان د ترانزیت د ستونزې په اړه وایست چې څه ستونزې د دوی د ترانزیت فرمولاندې پرتی دي بسم الله الرحمن الرحیم تقریبا د 1300 کیلومتره په شته تقریبا 2600 کیلومتره دی خو پاکستان هميشه از ما د ترانزيت په وړاندې ستونزي جادهوي او جوړي کړيدي مختلفو بهانو مختلفو ډولونو سره پدې تیراو اخرو کې هم یو ستونزي راکته مشوي خو ځ بیا هم د پاکستان حکومت زمونږ اجازه نه راکوي ترڅو افغاني سوداګر چې دی خپل مالونه د پاکستان لاري هینته یو سي د باګي د لاري تقریبا افغان حکومت هم ورساهزيات وخت دی چې ترڅو دوی جاده ورکړي ترڅو دوی خپل مالونه د پاکستان د لارې هینته انتقال کړی او متاسفانه پاکستان پاکستان د چويش موږ د هنسره سیاسي مشکل له ور د همدي وجهي دوی اندا ي... بهانني ولي وجات نه ور کې افغاني مالونه د پاکستان لارې ترانزټ شي او هینته انتقال شي دا یو لو یسنځت تقریبا کراچۍ د موږ د افراط د نشوې په 2018 کاله پدیخه تر اوسه په دې ستونزه د حل لارنه پیدا شوی او پاکستان اسکل هم وایچ موږ د دې نه حاضرې کوشي افغاني راغت اموال ته اجازه ورکړي ترڅو چې مثلا د بله ایلاتي همغه هن... د <applause> <applause> دوی له هین سره سیاسي استونزې له دوی خو دوه په مجلسو کې چې موږ سره د لودلې دي مختلفو اداب تطابق په مجلسو کې په پاکستان کې عدالت دوی هميشه دا وایي چې موږ هین سره یو لړ استونزې لري موږ شو ته <applause> ولچی اجازه نه ورکوي البته زما ترانزټي ته اجازه ورکوي چې لاړ شي تر د دا واګیدلې ولې زما واردات ته اجازه نه ورکوي چې موږ هین څخه اموال وارد کوو افغانستان ته ورکوځي چې هین موالیوته اقتصادی دی او کیفیت نظر م خو دي زیاته افغان سوداګر دي ته یعنی خوشاله دي چې د هڅه مواله ول م تاسفانه پاکستان حکومت چي د تجارت نه ورکو او فکر کوم دغه سیاسي مشکل بس یو بهانه دی چې دوی په خپل منځونو کې هم تجارت لري دا <سؤال> خبرته چې دوی ختل <سؤال> دی امي بو افد حاصلات په حکم د افغانستان ته استونزې جوړوي ولی افغانستان بل مسله عمل نه کوي افغانستان هم کولی شي دوی موټري وړروی او جذور نه کوي تقریبا یو میش تقریبا 3000 د انګورو وخت و اوه دیمه سپین بولد 3000 پرمخو تاړو فقط یو څه نه بهاني پاړه چې مثلا 400 زمن بندر د افغاني استاګر پرمخو تاړو تقریبا په تن هاو تن هاو انګور چې د الټا په په بندر کې خراب شول او زمن د قندهار سوداګر تقریبا 1000 روپیه 200 مه ولیدله او پاکستان زیاته را وخت چې زمن د مواجاتو و خره شي او دوی دا راول کړني چې تاسو موږ په کوم باندې ډول فشار والي <سؤال> افغانستان ازمن حکومت کالحمدې د ترانزیت په وړاندې دی د داخلي تجارت په وړاندې کلاستون ځنې دی ایجاد کړي خصوصا د داخلي تجارت کې ډېر عوامل <سؤال> دی خو یوه ملات ده چې کوان حکومت د کارو کې زیاته ورو خپل افغاني سوداګر متذره کیږي په دې معنی چې د پاکستان څخه کومه ولا افغانستان تر ازي د ټول کاروبار افغانان کوي کچېری دا وځ دوی مي وجهه ترزي یعنی خپل پنجابي ند راځي افغانستان ته چې دوی خپل مال تړبل کې ازمنګ ازمنګ افغاني سوداګر دي چې پاکستان ته زیات ته خرید کوي یا د هوی اموال د افغان مرکټو ته راوړي کچېری افغان حکومت متقابل کاروي چې خپل ازمن در افغان سوداګرو چې ديږي و چې تاسو ولې لار بند کړی او ازمنګ لاري لته ولاري دی ومن تسده مرسیږي نو زیاتره دغه دغه یو مشکل هم دی چې مثلا افغان حکومت چټور شي کولای شي خو زموږ سوداګر هم له ډیر سنسر مخ دي یعنی ویزې دوی ته نه ورکول کېږي د تایمريج په نامه سیستم چې نه پاکستان زموږ موټر نه ګر دي او د دوه په یو نومبل نوم باندې هر پټک پیسې خستل کیږي د دوه دوي دغه ستونزې به څنګه شي د دوه دوي ستونزې خو د پاکستاني سوداګرانو دغه څلکی ستونزې لري خصوصا سن خصوصا په لارو کې مثلا د غیر قانوني پیسې خستل یعنی کوم موټر د سپینبل د حرکت کابل تر دې پلس هاوس یونه کې 200 پیسې خستل کیږي کوم څه کابل ته دې پلس هاوس کې د شپې لوخه د پولیس لوخه نور 45 مثلا دوڅخه غیر قانوني پیسې خستل کیږي دا ستونزې لته مشه خو په کچنه دي څومره چې په پاکستان کې دي پاکستان کې ستونزې زیات دي او دغه سوندې په داسې ډول چې زمنګا سوداګرو ته په ملیوناو ملیوناو ډالر توان رسیدي د مثال په توګه بنادرو باندې د لخر پتورخم کې سوندې جاچوله تقریبا 3 مشته پورې زمنګ د بندر ترلو د افغاني سوداګرو او د ترانزیت پر وړاندې بې نه انخچيري یو ترانزيتي عمل چې خرابیتون کې زر خرابیدون کې اموال وی کچې لغه دوه ترې د په هغه گرمی کې پتورخم کې ودريږي نو هغه د دې به ايسکیرږي چې هغه د خرابیدو سبب ګرځي بې نه انځاتر سوداګر روزنه کوي چې دغه د لاري ده پاکستان لار ترانزیتو کوي او د خپل مسېل تګیر وکړي زیاتره د ایران او نورو لارو څخه صفاله کوي خو زموږ سوداګر هو الکی چې پاکستان کې دومره زبرولکۍ جهته اوسه دغه زبرونه د دې سبب شو چې نورو هیوادونو ته مخکړي غوړي نورو هیوادونو کې پنګونه وکړي دا سونده تقریبا د 13.5 میاشت را په دی خره پیدا شوی دا کلچي هم د افغان سوداګرو زوراونه په دی البته زوراونه په امید د ځکه څوګل ته توسيګي ټول زوړوي ټول مهاجر چل ته توسيګي ختا باندې کې افغان سوداګر هم موجود دي چې چلته په ممیندون ها ممیلار دنو پاکستان کاله را افغانو ال سرمایګزاري کېدې د فابریکي لري ته کاروبار لري بنا نه هوی هم دغه مهاجرو لجمعینه چې توسيګي بنا کلچ مهاجرو باندې فشار زیات شوی دی دغه د سټوګون لپاره ستندې چوی دې بنا ان افغان سوداګر حملته متذرشوي او پنګوال هم متذرشوي دی دا یوخه کچری په یول لحاظ یو ګورزمنګ د حکومت لپاره ازمنګ د هیواد لپاره یوخه چې ټول <سؤال> سوداګر په پاکستان څخه خپل په افغانستان ته انتقال کی او 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 وان حکومت باید دوی تشویق لري او دوی مثلا بعضي داسي تشویقي وسایل څخه استفاده وکړي ترڅو کولای شي چاوي تشویق شي خپل په پنګ په یوازې نور هیوادونو ته وی سي خپل خپل هیواد تراوري او دلته پنګونه وکړي په ځمږمن د اقتدار پو جوړونه کې دوه غندرو لري ولی متاسفانه د احوان هوبت لپاره څه دوه کوم داسې یو یو تشویقي وسایل نه دی وړاندې شوی تاسو غواړئ چې په واره کې پنګونه وکړي ته توم د خلکو لپاره کاري جا چې ځمږه تولیدات یا چې په واردات او باندې چې موږ ولادي واردات مو تقریبا د صادراتو پر نعمت ډیر زیات یعنی دول مقايیسی ولنه منا غوار خپل واردات نور هوادونو سره کم کوبي کیفیت موادو سره داخل کې باید سند قیو شي تر څو افغان سوداګر وکول شي مثلا د نور هوادونو سره رقابت وکړي اخو الکسنګ چتاس هم ویل چې الله تعالی مليارد ډیر افغاني په افغان سوداګر په پا پا پاکستان کې پنګونه پا کوي دا به څنګه شي څنګه د کابل شي دلته انتقال کړی هاله دا چې پاکستان حکومت خپل دوی زوړوي یعنی پاکستان حکومت اقتصادي مسایل د سیاسي مسایل قرباني کوي موږ همیشه په ټولو مجالس کې کوي پاکستان م سره مختلفو کډل کابل کې وکحلته نه مشمو د چارواک افغان او د پاکستان چارواک څو وخت یو چلوت فنټاسی د اقتصادي اړیکې د سیاسي اړیکو سره جلا کوي سیاسي اړیکې هر وخت کې د چېچ خپلادي حالت راشي او لمتا سفره کوي د اقتصادي او سوداګریي اړیکې خراب شي هغه تقریبا ډیره مودې نیستي د ټولې حالت راشي د سوداګری او اقتصادي اړیکو خرابوالی نه دا وان افغان خلکوبګړ دا نه د پاکستان د خلکوبګړ بلکې پاکستان د افغانان باغانانو د تولیدات لپاره تولیدات لپاره یو خبر کید ډیر یعنی ډیر اسانه کولی شي چې موږ خپل لغتو کې چې دلته تولیدو کومي واجبات یا سبجت خوښ په اساني سره پاکستان کې یو تر خمارکت پیدا کوو یم درو پین دوستان کې خو خمارکت مو پاکستان د دې چې موږ از موږ تولیدات په چینه دي چې کولی شو چې موږ مثلا غربي وادونو ته یو سو یي یا مثلا زموږ تولیدات لپاره خمارکت پاکستان کې خمارکت په پاکستان کې از موږ زیات صادرات هم پاکستان د دي ولی متاسفنه کسان همیشه د غاسياسي اقتصادي اړيكي چې د سوداګر د د اقتصادي سياسي اړخ قرباني کړي دي او زمنګ زمنګا سوداګري هميشه متضرر کړي دي موږ هميشه له دوی څخه وخت چې تاسو دغه کړنې م کوي خو هغه په مختلفو بهانو سره کوي زمنګ د زمنګ محصولات ورسيږي د 200 جوړوي او هم دغه د چغوالي په ونسان اقوان حکومت باندې په دله کې یاته هغه په سياسي ډاکر کې دغه سياست به همس په اقتصادي دغه پرمخوځي البته دوی دوی سياست ترجیح ورکړي په خو خبر ده دغه چې د افغانستان د پرخ مارکیټ پاکستان د پاکستان پرخ مارکیټ افغانستان نه ده نو بیا ولی دوی خوده دوی دوی په فکر کې و په خا تقریبا دوی په دې فکر وکمن غه هړ ډول فشار باندې افغان حکومت باندې هر ډول ستونزې جوړه کو نو افغان افغانستان مارکیټ چې د پاکستان باندې اتکا لري ول متأسفانه اوس دا سینه ده اوس افغان مارکیټ کول کول شي د مختلفو حبادو څخه خپل تولیدات چې دوی ضرورت لري لا سره وړي اوس پاکستان افغانستان په دې په دې کې چر نه ده چې مثلا طرف پاکستان باندې اتکا ولري الحمدلله اوس کول شي د مختلفو مارکیټونو څخه پدل کې مختلفه ترانزيتي لارې لري چې لا که په یاد وي کله چې تور خامو ترال شروع تقریبا مارکیټ کې په قیمتونو باندې هېڅ کومه تاثیر ونه وانه چولو چې رداکار یو پینځه اته خلاص کله پوښه شي او شاید د د د د موادو په قیمت کې شدید زیات تغییر راغلی او ورشي او ولې متاسفانه اوس د مو تغيير نه غي او اوس دغه ستونزي چې دوی پیدا کړی افغان ساب د د دوی د هلکوله لپاره دنداستا سيده کده سوداګری د خونې هاي دوی هم پدې کې مداخله کړي د پاکستان حکومت سره د پاکستان او انس سوداګری خونه هميشه د دوه ودوو لور چارواکو سره ترترې چې درغوی تر صدر اعظم پوريدل ته هم تر جمهورۍ او هاتا تر ماوینې پوري دلته ستونزي راڅولې دي زمونږ د د مشترک او تا خونه دنده دادا چې مونږ د سوداګرو هغه مشکلات او ستونزي That. تر شارواک ورساو او شارواک څخه موختنه د همیشه وختنه د 400 د غستونځي چدی تاسو ته تا اله الله پدې مو ته خوشبختانه پښتوني سوداګر په چچغانی سوداګر د څون د لري خا پا تاسو د افغاني سوداګر په اړه پښتوني شارواک سرغېدلې استه او ځواب مطالعه همیشه دوی په مجالس کې ډېر د سي خوشبینانه ځوابونه ورکوي او دا سي وای چې موږ داستونځي هلو موږ هر ډول مرسته ته تیار یو خو متاسفانه بیا څلګه سره ګام چې د اپټاټر ډون امزا شول په دې پینځو کلونو کې د اپټاټر ډون نه وځده چې د افغان څنګه لاګر لو پار د خوشبختي عامل وګرځوبد په وخت یې عامل وګرځیدل په وایز دې چې هغه ترانزستونکو ته حل کې د ترانزټین سټونځ لا نوري هم زیاتې کړلې امه چې په اپټاټر ډون باندې وسکار دوبره روانه ترسو هغه هغه څنګه شو برخلیک د اپټاټر ډون باندې وس په وزارت خارجه کې فعلاً د سوداګري وزارت سرپرمکار یو د سوداګري خونې سرپرمکار دوی هغه پاغي باندې چې هغه سټونځ چې په تیرو کلونو کې موجود وي هغه مونږ سره شریک کړي دي هغه ترجیحاته کچپوري هغه ستونځي په کیچوي هغه د حلاره پیدا کړي د د روسه په د پاکستان او موږ سره شریکي ترڅو فائنل شي دغه تړوند دوه بار 500 ترلو پړد تروسه پوري په خواني تړوند باندې د تجارت تنظیم روان دی تروسه پوري جدي ستونزه پابطه تړوند کیږي چې څنګه په تر ټولو پام کې نیستو ځي خصوصا چې د افغانۍ سوداګر چې یو 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 کانتینر مان مثلا د بل هیواد څخه راوړل کائ چې د لاري د الته دغه په تفتیش کې دغه فزیکی تفتیش کې د هغه په انتقال کې مختلفه دولي بیمه او ګرانټي به ورسره خсел کېدلی کله په لار کې به چیرې کانتینر روښ شو خپل پاکستانی لاري به دا کانتینر اخوادي خوکرو هم په پختنه به د افغان سوداګر څخه کېدلی خو مختلف ستونزې وي دوه موارد ستونزې چې افغان سوداګر یان ډیر ستونزې مخکړي او تقریبا کيو کانټ이너 د د لست کاله دار او قیمت د لو د 200 خبي دي په د چنده دي قیمت هلته د ميمي شرکت ضمانت اخیستلو نو د او بي ته چې دي دي په سوبير تا ورکونم ډیر زیات وخت نیولو چې برته دوباره کوي چې کلي کانټ이너 وانسان تر ورسیږي او ول د کراچي بندر په دې مطمئن شې چې د عمل پاکستان او افغانستان ته ورسېد لور بیا دوباره بيد په سيبي ته ورکوول خو ډیر وخت بیني ولو او ډیر زیات ستونزه وي د دوی کانټ이너 به دل الټا مثلا په کراچۍ بندر کې ودوې اموال مختلفو به هنو سره لته ودرېد یعنی په یو نمونه په بل نه ځورول کېد بل کې د برېج به ور سره ختزه د د د کنټ이너 کرایه به د سوداګر باندې داسې حالت به راتل چې کچيري یو کنټ이너 لسلقه کالر قیمته لري اموالې دی باندې به دومره زیاته توان راغله یا ډیمریج او ټینشن به هرمند راغې چې خن دولستهاله یعنی هغه سوداګر به مجبور شي ترڅو خپل کنټ이너 عمل ته په کراچۍ کې پری دي نو همدغه ستونزې دي چې تروسر پورې اوس یو څه اندازه دا ترانزټو <تس> ستونډه راکې مشوي دی په هغه کې نه دی خو هندستان سره هغه ستونډه تروسه لا پزید از منګه افغان څنګه د اګن شکو ول چې د واګی د لاري د هندیتو کې افغان سانتا واري کړی نو دا خصون زبې د دوی څنګه شي هندیتو کې دوی پر د واګی نشه پواګینش کولای لکه ملي رکبل شي دوی کوم لری کول شي مثلا د ابود الله د ایران د هري هندیتو کې افغان سانتا وارت کی ولی د واګی د لاري فقط نشي کوله بله نو دغه ستونزې ده لپاره تاسو کډی تروسه د واګې دسنځه زیات تقریبا قدرته یو تقریبا یو کال درمخه د جنواري سپهغه وخت کې موین مو د تجارت منګه د اپټاغون د چډرلودله اپټیکا غونډه په اسلام آباد کې د دو دوارخيزه اقتصادي او حکومت هم سونه چې د پاکستان هم ترمن د وزیر مالی په سرپرستی باندې الټ چولاړو الټ مستقیمه کلچ د اباسو شو دوی غختل چې پاکستان وختل چې د دوه جنبه ته ډون درې جانبې د تजिकिस्तान هم په دې کې شامل شي د افغانان حکومت ته تلې سیده مونږه تजिकिस्तान به هم په دې کې شامل کې وو خو په دې شاته چې تاسو هندستان هم په دې ترورخيزه بکیو نو سه هم په دې کې شامل شي د پاکستان حکومت جواب داو چې مونږ په هیڅ قیمت سره نشو کولای چې هندستان هم په دې کې شامل شي یا افغانان ته اجازه ورکړو چې دواګي د لارې واردات لري افغانستان ته نو بنا ان د افغانستان حکومت جواب هم دا چې تاسو نو غواړئ چې هندستان شامل شي یا متحده ایالات نه راکوي نو هیڅ کله به هم د موږ زبون ګټه پکې نه شته وخت کې موږ د آواز هم د تچستان سره سوداګري ځړې کې لرو بیا زما وخت د دې شاملول افغانستان لپاره کوم مفيدیت نه لري کوم غواړئ دا شریکوي تچستان نو, شریک نو هندستان هم شریکوي ترڅو ځانيب شي چې پاکستان حکومت دا ومنل د افغانستان حکومت جواب هم مورتي مخازي دا وویل چې تاسو دا نه غوړم هم په هېد ډول حاضر نه یاست چې تاجکستان هم په دې تړون کې شامل شي او دا تړون هم دې خپل ځای پاتې دې آپتار تړون د افغانستان په کټه دی او په تاوان آپتار آپتارون تر رقم جواب ویلو چې دا جورشه او د افغانانو هغه یعنی په خځ ډول سره دا تړوند کلو... دا د وانست اندوان سادهګرو په په چیرنګ چې فکر کید په ګر تمام نه شوخه چې هغه کی 10 10 10 مادي کلشي وي چې شاید هغه وخت چارواکو صحیح تحلیل کړی نه وي چې هر څه او د پاکستان نه خو او د پاکستان نه خو درخ دا خو دوړ فیزه تړونو یعنی دا 10 10 10 مادي فکروي چې هغه د دې وایي شول چې افغان سادهګرو ته ستونځي جوړی کی یعنی پاکستان حکومت کستونځي جوړی کړی دی خو د دغه ماده کې دوله مخي ورته جوړی کړی دی چې په دې په تړون کې موجود وي یعنی افغان سوداګر او افغان چارواک هغه چا چې دغه تړون لسل کو او دغه د واړخې زغونډه کې غډون دلود دوی د مدينه ولستي آی دوی نو شو کړل چې تغییرات راولي یا دوی هم کوم اندیښنې پکې وکړې ستونزم داوه ستونزم داوه چې هغه وخت چې د تړون ځشه او د سوداګر واقعي او هغه واقعي چې دوی د پرواقین فرصت جوړ کړي د دینه مخي د آټا تړون چې هغه د دې تړون څخه څو چنده د افغان افغان سوداګر لپاره سہولت هی جات کړی ولوم تاسفانه دغه تړون چې ډیر غټ دي او ډیر په لوړ محتوا سره دی ولوم تاسفانه پیوځ دی چې ستونځ افغانستان څون نور راکمي کی داسونځ نور هم لاس زیاتې کړلې او مخود دي لپاره چې دغه ستونځ راکمي شي اغه ستونځ چې په عملی ډول پیدا کیږي دوی یو بل غوونه باید هر شپږ میاشتې باید دوی د اپټیکا په نامه باندې دوړ هوډون ترمن چې دغه ستونځ په دې کې په عملی ډول پیدا کیږي په دغه اپټیکا په غونډه کې باید حل لار ومندل شي دا پټې کا هون د شپږو د اني وښولې ولی متأسفانه په هر ځل چې کومې جمعنې پغي د دوه وړو ودو نو ترمنس په دغه د قرارات په 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 د لپاره چې وي متاسفانه هیڅ نو عملي جنب غوړ نه کړل ته نو سبا دا تړون باندې لګتا چې شاروته وکړ شه ار شپک مېشدې بعد کتنې کیږي ستاسي دند دلته د افغانستان او فکسستان د مشره ا زما زما د نتاده چې هغه ستون چې سوداګری په عملي دول سره مثلا په دغه تړون کې لري په عملي دول سره مثلا په کراچي یا په افغانستان کې پښتنې صوداګری مخې یې مونږه تا ټول <سؤال> راغونډي کوو چې چارواک سره شریک کړو او په دغه اپټیکا غونډه کې د سوداګری خونې مستقیمه برخلري دا دوه خې زغونډه کې د افغانستان او پاکستان ترمن دي دي کی اصل غټن سو کوي دا د کی د پاکستان د پاکستان چارواک د افغانستان چارواک حکومت حکومت په خپل او او سوداګری خونې هم سره مونږه ټول هغه ستونزې همیشه مخې دینې نشته د غونډه وشي تر شریکو دوی به پاجندا کې د اچي به څخه داخل کې موږ زمونږ نمائندگان هم موجوده به د دې سره بحث کړي او د حل لارو ده خو متاسفانه ستونزه چیرې ده په غونډه کې موږ چې هر ستونزه ورسره شي کېږي دغه ته حل لار پیدا کړي ده ستونزه دا ستونز ده چې هغه عملی بنان د غوړه کړي یعنی هغه هم د پاکستان د نصدقت لوجده نصدقت لوجده چې اې اس کله یې عمل جام نه د غوጺ فقط خو به هر څوک مېشته به چې کتنې کې وي بلې بیا افغانان بیا هم هغه والی پښتنت ترځوبې بل مسله عمل نه کوي Uh, دوې هم کابل شي یوه عامه داسې وړانګ چې دا غوې سوداګر تسنځي پیدا شي uh, هغه ما مخکی وایل چې د پاکستان ک ترانزیت يم د افغاني کوي بله چې داخلي تجارت ته دا دا هم افغان کوي uh, یعنی یعنی کوم افغان موټر چلته دا غوې هم د پاکستان ک اقبار کړتي یعنی یعنی په دې معنی چې کچې کچې د مثال په ډول سره موږ غواړو چې تور حملاره بندو څه مودته وروسته پاکستاني همار پرمغ باندې ټول واردات چوانستان ته کوي افغان سوداګري کوي بله یعنی خپل yani مستقل... پاکستان نه مستقلی یا د واګابندريا عبتا... ده خپل یا د تورخم بلا کوم ګوزینان لهغه په ورده ته دا ولنه له روډا وسته ایران دلته تقریبا زمنګا د دا 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 داخلي تجارت کچ هم هم په پاکستان سره اړیکه شويده او همدارنګه ترانزیت کچ هم تقریبا تر 50 سلنه پور اړیکه قولی... شي دا, دا اوس دولد... دولد... کولی چې هم د دروازه د تورخم باندې اړتول ورده ته لیرنه لرو کړو دا دولت هرڅه کوي چې خو زمنګ د سوداګری خوني دریض بدله نه وي موږ وای چې دا تجارت باید ډور هودون ته باندې تر بان زیات شي د خي اقتصادي اړیکې سوداګری زړی کوي زف کنه کومه د هر هم ده د لاري باندې د دې د لاري باندې د دې د سپين بدل باندې د دوړې ودن په ګټه باندې نه یعنی موږ به هم زیات متضرر شو ځکه چې زمونږ یو خر مارکیټ پاکستان او هندستان دی چې د لاري باندې کې زمو په و باندې خو زمونږه ساده 2000 ډالرو 1000 ډالرو خو خوشبختانه نور لاري په لکړې دي په خښ چې په پاکستان باندې امیتکار او له وسینلرو الحمدلله اوس نور لاري مشه مثلا افغان سوداګرو کول شي چې خپل افغانستان د غو ضرورت تو کې ریوادونو زهخه بيدونچ پاکستان څخه څخه استفاده کوي نو ریوادونو څخه استفاده کوي افغانستان ته ورته افغانستان حکومت <متضوع> اته څکل پکار دی چې د پاکستان لستون زحم خلشی او سوداګرته هم سنتو سره برابر شي او بلخره د هند او افغانستان هند او پاکستان یا افغانستان او پاکستان ترمن د دوه سوداګري زیات کې لګښت شي شاته ورته کړparagraph شي افغان حکومت اولbait د پاکستان حکومت سره حقیقت سدي سياسي رابطه کیچېری سياسي رابطه جوړ نه شي ز په دي باور مچ هیڅ کلب هم سوداګری او اقتصادي اړیکې خینشي او دا به هميشه د مشکل سره مخامخي او, او دوم مسله دا چې افغانان حکومت به د داخلي سن د تشويق کی د لپاره چې موږ د پاکستان په تولیداتو باندې اتکاره کم شي من خپل به خپل تولیدي توکي ولرو دانه ځدشي زمونږ زمونږ د صادراتو واریاداتو باندې کوم واټن دی هغه به راکم شي بلکې د خلکو بار به با کار پیدا شي او همدارنګه زمونږ اقتصاد به لا نور هم پیوړی شي او که چیرې موږ هميشه په دنور هوادونو په اموالو باندې اتکا ولرو هميشه مصرف کوون کې او سیګو د خلکو تولیدونه لروزی فکر کوم چې افغانستان دی یو قوي او باثبات اقتصادي اقتصادین اقتصاد یو معنی چې دا کول شي چې د ولادت هیواد ته خپې صدرت هیواد باندې بدل شي بلکې په قوت افغان اقتصاد مپر وخته کوي افغان حکومت باید دا افغانی پنګوال لپاره به د سرمایه‌ګزاري یا د پنګونې خپي ستر برابر کړي دوی لپاره هغه 3350 ضروری شیا جديغه ورته باید مهیا کړي مثلا برق نه به قیمته کې بلکه نورو تاسو نه کې به سبسيدي ورته ورکي مثلا زمکه په سحر سر کې زمکه واقعن هغه چاته ورکي چې هغه واقعن غوړي په افغانستان سرمایه‌ګزاري و کی عملن عملن په یو کال شپږ میاشتو کې هغه خپل فابریکټ دلکه نه هر خلکو د چپنوم سره زمکه واخلې او په داسې حال کې چې زمکه انداسي پرتی وی او د بل سوداګر حقم پنګول حقم خوړی او د خپل پنګوننه کې هم دا دولت کولای شي چې مثلا افغان پنګول ته پورونه په اسانه شریعت سر پورونه ورخړی ورته مثلا کولای شي د امنياتي غو سر مال ساتنه وکړي د ټول هغه عملی همدارنګ دا د دوی تولیدات ته په داخل کې او په خارج کې مارکیټ پیدا کړي ټول کړي همدارنګ دوی کولای شي مالیاتي سیستم ورته اساسل کې دې معنی چې وو هر څه مثلا پنګونه کې تلسکلونو په د مالياتو سره ما له دا یوه د کولي چې اروپا یې وهدونې خپل واردات او صادرات بازار پیدا کړی یعنی افغان حکومت به کوشش وکړي چې خارجي پنګوال افغانستان ته با تشویق کړي په وځي چې داخلي پنګوال تشویقوي ترڅو ټیکنالوژي ټرنالوژي افغانستان تر شي مثلا د نورو خارجي کمپنۍ په راتلو سره دلته کول شي چې افغان قاريق وو نوي مهارتونه زده کړي چې چغلي دایس کړي یعنی دا فکر کوو چې په افغانستان کې یا هم بهرانه او هم کورنه پنګوال ته زمينه برابر ده دا د امنیت لپاره زه پنګاوونه فکر نه کوم زه زا... زه فکر نه کوم چې دغه څنګه د پیواز دي چې پنګاونې په افغانستان کې زیات شي د دا آ... دایساد دا... دا دا رافورلمه په تیرو کلونو کې رقم شوی ده کچېره افغان حکومت واقعن غواړي چې سنادت پرمختګ ورکړي بيد هغه تو کې ځوانان slant تولیدي کې د خارجي سرچوي پاغي باندې تعریف لولړه کې توو اوان تولیدو د کوول شي د خارجي تو سرقابته ورول چې خپل خوب باندې ودرېدل او, او کوششو کې چې د کنټرول کیفیت نظر هم ته وجود توا کی د خپل تولیدي حکوبي کیفیت او خلکو ته ضرر رسې د اوان رستي له هغه مخد حکومتونی سي تر څوخه با کیفیت تولید کې او ان تولیدات وکول شي په خارج کې ځان خپل مارکیټ پي دي بخې چې مرستونزلري افغان سوداګر یواز په حرکت نه بلګې خپل افغانستان کې ا افغانستان یعنی دلته تر سو پورې داسې داسې بستر دوی د پرلندم هيیا شو چې مثلا افغان سوداګر دی وکول شي چې خپل <سؤال> سوداګري زی اړي کې په یعنی داسې وکي چې د خپل سوداګري زی اړي کې راکمه کې د پېس په افغانستان کې پنګوم وروکي مګر دا وړه د سوداګر تشت کی زمينه ورته مسايده کی د دې په وچه ته د اله هوا همسه هوا بې کیفیت شو افغانستان تراوړي د دې پر ځای باندې دلته داخل کې تولید وکا زمينه ورته مساکې ته شوقي کې باید او مختلف فو لا روڅ خپې استفاده وکې ترڅو افغان سوداګر د دې ته و هوښوی چې د دې پښې والدیت کوي او دا 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 په صادیرون کې باندې بدل. د دا افغانستان کې پرتل امنیت نوري ترڅو زموږ د داخلي سوداګر پنګوال پر وړاندې ترڅو زموږ چې د پنګوال پر وړاندې د امنیت نشته انده په دوه په دوه مرحله کې د برق نشټواله دي د زمږ کې نشټواله دي او هم دا رنګ د خامو موادو دستون سره دوه هم مثلا مخامختی او سندازي سره یا تسفیه خونې نه لري او بل او دوهم دریم مسلو مساله دا چې دوی لپاره غټه ستونزه دا چې دوی اغه مال او جان او دوی په یعنی یعنی دوی محفوظ نه دي کچې دی استاداگر زیاتره وخت ولته پنګونه چې دا غد اولاد خاطر هم څه تو کې و تختی او د پیسو طلب وکي هم دا د چاوان سادهګر ازريږي چې خپل پنګ په هي په نه هیوادون توړي حق وادون توړي چې مثلا چې څه ګټه کم هم وي خو دوی مال او دوی اولاد یعنی نو هم دي لې ستونزه دا دوی د کار په اړه پلویسنده داسمه کیس تونده همدا رنګ د دولت له خوا د مالیه د ماریا تو د مسولیتل د مالیه مسولیتل یو 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 مسولیت همدا غسوند چې افغان سوداګر چې دي زياتره کوشش کوي چې خپل پنګ هغه هیودون ته وی سي چيري چې مثلا دوی مسؤون دي او په وځ دي چې افغانستان کې پنګونه زيات شي نه وځه افغانستان اون شو کوله چې خارجي پنګونه جذب کی بلکې هغه داخلي پنګوال خپل افغانان خپل پنګ مثلا خارجي ودون توړي دا د افغان حکومت او د سان لپاره یو خزی راتم لپاره یو خزی نه وي ډیره مننه افغان سفله تاسخم یو نارینه مننه په پاکستان دی عامل خونی رئیس احمد الله افغان و چې د افغان او پاکستانی سوداګرو د 600 زړه ترانزیت په برخې کې افهمدارنګه د افغان سوداګرو او بهرنیو سوداګرو پنګوالو په داخله د حوادث کې د ننبه حکومت کې د دوه دستونځ پړای لمسره باسترلو خبرونه دوام لري تر لنډې دمې ورست داخبرمنه دوامته خره غلاست ډیر قذر من له دن کو روسي چین او پاکستان پکړه پا د افغانستان د امنیه او د داعش د واخونو په حق له اندیخنه پړه کړیده د پمسکو کې پدری اټخې زغونډه کې د افغانستان وضعیت ترنګل لبل لیدغو هیوادونو په افغانستان کې د سولې د ام تینګل پر وړاندې سکړي چې د طالبانو چارواکو طالب چارواکونو منه د عملګر ملتون او د امنیات شورا لا تور نوملړ څخه به هرشي رزي په بل کې چمتو شوی ریپورتو ګرو سیومین نشست سهجانبه مقامهای روسیه چین و پاکستان بدون حضور افغانستان اما در مورد افغانستان در مسکو برگزار شد وزارت خارجه روسیه میگوید که در این نشست توافق به دعوت از دولت افغانستان در آینده نید شده است به گفته وزارت خارجه روسیه هشدار از افزایش نفوذ داعش در افغانستان و وخیم شدن وضعیت امنیتی در آن کشور یکی از نکات عمده توافق نظر در این نشست بوده است سه کشور و و و و و و و و و ابراز نگرانی شدید از فعالیت‌های رو به افزایش های افرادگرا در افغانستان به شمول شاخه داعش کردند روسیه چین و پاکستان از وخیم شدن وضعیت امنیتی در افغانستان سخن زدند این در حال از کفته پیش سخنگوی ماموریت حمایت قاطع گفت شمار دایشان در افغانستان از 3000 نیرو به 1000 کاهش یافته و آنها یک سوم مناطق زیر تصرفشان را از دست دادند از سوی هم وزارت خارجه روسیه گفته است اشتراک کنندگان توافق نظرشان را به ادامه تلاش ها برای تقویت روند صلح افغانستان و بیرون کردن نام های برخ از طالبان از فهرست سیای سازمان ملل متحد ابراز کردند سه کشور به یک روی کرده این پذیر برای حضب برخی از چهره های طالبان به عنوان بخشی از تلاشها ها برای تقویت گفتگوهای های میان کابل و جنبش طالبان توافق کردند. با این حال رئیس جمهور افغانستان ماه گذشته از سازمان ملل متحد خواست که نام رهبر جدید طالبان را در فهرست تحریم هایش شامل سازد. گفتگوهای سه جانبه در مسکو در عدم حضور افغانستان به با باور وزارت خارجه این کشور نه تنها کمک به تغییر وضعیت نمی کند بلکه پرسش جدی را نیز ایجاد کرده است. ا ډیر خلک لرمن له دې دن کو ریپورت مو ولید پر همدې موضوع باندې بس لا ټول ځان سر فستیډیو کې خبريال سید رشادت هاشمي لرنو نور بسته بلده سره د مور کراشمي سپسر مشي چې دې ته بخیرک تشکر متفکر نشم هاشمي سپ پاپل کې کو چې د دې غونډې پیغام د افغانستان په اړه څه و بسم الله الرحمن الرحیم بهینه استعین ار چن کې محور از نشاستمو تر کې بیان شوت دوامدار بودن جنگ در افغانستان همدارنګه طارس بل اخر النفوسه را سفکنا در کشورهای همسایه و خصوص کشورهایی که با افغانستان هم سرحد هستند و کشورهایی که از های گروه های داعش در سوریه و اینجا حراس دارن فکر میکنند نمو پیمانه برشان تهدید است اما یکی چی پیامده بر افغانستان داره ایره میرسونه که ما چرا کشوری که دو به قانون چنین شرارت میسوزه و گویا تهدید به اونا هستند چرا دولت افغانستان در این نشست نتانست که نماینده داشته باشه و اونا چرا نخواستن که بالاخره دعوت بکنن از دولت افغانستان چند موضوع را میرسونه موضوع اولی است که ما تا به حال یک سیاست خارجی مدون به خاطر از اینکه ما بتونیم چطور بازی ها را مدیریت بکنیم به نفع کشورها و چطور فرصت ها چالش ها را تبدیل بکنیم به فرصت ها یکی از چالش هاست دومی که یک بازی جدید بین بازیگرای منطقه شکل گرفته که او عبارت از نزدیک شدن پاکستانی ها با روس ها است. شما ببینید ای بازیها بازی ها از حال اوج نگرفته ای بازی ها از 2014 وقت زمان شروع شد که روس ها خواستند اما تمام تعذرات یا تمام پیمان را که به خاطر صلاح های استعی پاکستانی ها در بعد از جنگ داخلی که در دا افغانستان بود بعد از لشکرکشی روس ها در طرف افغانستان متاسشای مرکزی و میانه بود اینا تاذیرات خود 2014 است پاکستان دوباره گرفتن و همچنان پیش از این گفتگوها چهار فروند تیاری ام 135 به قیمت 150 میلیون دلار روس ها مستقیما به دولت پاکستان سپردند و پاکستانی ها گفتن که تا سال تا های سال 2017 که 2018 شوه ما میتونیم که 20 فروند از تیاره های جنگی را به خود داشته باشیم و جوگزین فرمانده های تیاره های امریکایی بکنیم این را می که حالا داره پاکستانی ها هاستاستا فاصله می گیرن از یک م. حمایتگر و از یک حامی سابق خود بنام امریکایی ها و وارد یک فاز و یک بازی جدید منطقی یعنی با با یعنی در روسیه دو قدرت نمایش ور بود. کاملا هرچند آمریکایی و تحلیلگرای امریکایی به این باور هستند که طالبا مدیریت خوبی را نمیتونن که داشته باشند به خاطر جلب حمایت. ها، ام اما ما به این اعتقاد نیستم اعتقاد ما ای است که یک کشور به نام پاکستان اینا رو مدیریت میکنه و از آدرس اینا میرن داخل از این تحولات میشه و میتونه بیشترین سمره را نه برای طالبان بلکه برای پاکستان هم یعنی اوس روسیه ده طالبان ده ملاتار ظرفیت ما فکر میکنیم که فعلا وقت ما میگیم طالب از دادر سونا پاکستان وارد معامله مام است بناهن ما میتونیم که ایره از پیش بینی یعنی در پیز بات رسوی چه طالبان پاکستان تر لاس لندیدی او پاکستان در طالبان ملات هر کنیم یکه پوازی است یکه پوازی وقت چینی نیست چرا پس نماینده طالب ها این شهست حضور نداشت خبر هم داده دا چه د دا پاکستان رول پدی پا نسته کسی و پاکستان خواه حقا حوا ده چه در طالبان ملات هر کنیم در طالبان زاله هلتا دی هم دسته وز هم ولی کار باندې فعالیت کوي پاکستان غوړي د طالبان استازیتو تو بکری بدی نسته چند, چند, چند حرف هست. حرف اولی است که نزدیک شدن امریکایا را با هندی هم شما مزیات نبري بله. پس از ده سال وقتی رئیس جمهور امریکا می و دو شوره د هندستان سفری میکنه و بلاخره مناسبات از یا میره به طرف بهبودی و بلاخره یعنی ده هند او امریکا کی, 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 بله شما شما شاهد بودین شما شما شاهد گزارش ها بودین عدم حمایت از پاکستان به خاطر رفتار مخص... رفتار بسیار بلاخره دو طرفانه یا به با یک نحو بازی دوگانه را انجام دادن جلب حمایت ها از امریکایی یا گرفتار و دوباره بازی را به خاطر جلب منافع بیشتر در افغانستان انجام دادن اینا تمامش میرسونه که داره یک بازی جدید شکل میگیره حالا ما میخوایم نقش چین بگیم که چینایی ها چرا دایی دا بازی بسیار مند هستند شما فراموش نکنید در قسمت های شمال غربی نزدیک سرحد چین و افغانستان آزادیخواهای چینایی که وجه حضور دارن چینایی ها را وادار ساخته تا باید دولت حمایت پاکستان و با بالاخره این نشست بسیار ارزش قائل شوند خاطر از اینکه اونها هم از نفوذ داعش اما که پاکستانی های را به قالب کلان جلوه دادن اینها هم حراس دارن ما امیدوار هستم که در این وقت بسیار حساس ما با یک بازی بسیار سرنوشت ساز روبرو هستیم و متاسفانه بازیگر ما در کشور روسیه شما شاید بوده باشین که یکی از سال خورده ترین سفیران ما دوجه داریم بالی. اما ما یک چیز هم که میرسونه تا به حال حتی یک لابی به خاطر ازی که ما بتونیم که یکی از ترس دیگه هم که اینا چرا به دولت افغانستان علاقه من نیستن که خود گفتگوهای صلح را به پیش برمی است که میگن که افغانستان صلاحیت گفتگوها نداره و بالاخره با یک طرح شده است که طرف کشورهای بیرونی وارد این معامله میشن در حالی که ایره میرسونه که ما در 16 سالی که از حکومت سپری میشه ما تا نتونستیم که کشورهای همسایه منطقه ای را به بالاخره به با پیمانه بیافزاییم که ما از یک استقلالیت عمل برخوردار هستیم ما میتونیم که بازی ها را طور که هر کس بازی برد برد به نفع خود میسنجه ببید. ما با چنین بازی های آماده هستیم و ما داریم با امو تمام امو با امو امو انرژی توان و بالاخره با تمام مدنظر گرفتن بلاخر اولویت های ملی کشور خود وارد چنین فاز گفتگو ها میشیم یا بخبر در آشمی سیبت لکه ترس هم وارد اشاره وکره د. اولاس مشرطر خفاله پر روسیه که سفر دی در روسیه سر مک بخانه دیر تاریخی که عریق هم لرو پا دستی به قوی دیپلوماسی سر ولی بنا شکال افغانستان پا دغن ناست که حضور ولی شما ببینین ما وقت میگیم که ما مناسبات خوب داشتیم از گذشته ها حرف میزنیم اما وقت آل ما فاز مناسبت های خود با کشورهای امسایه ببینیم وارد بدت ترین حالت شست. اولین باری که رئیس جمهور میاد به کرسی حکومت تکیه میزنه ما یک بسیار دلچسپی و علاقمندی خاص به پاکستان نشان ده و می میباشه که کمک های نظامی و تسلیحاتی هند ما از دست میدیم حالا که نزدیکی ما میره به طرف هند ما, داریم پاکستان و چینایی ها را از دست میدیم در حالی که وقتی ما نزدیک شدیم با, هندی ها در ای پاکستان از یک بازی بسیار کلان استفاده کرد و خود نزدیک کرد با یک همپیمان دیگه ما به نام روسا بله. ای را میرسونه که سیاست ما یک سیاست مدون به خاطر بله. سیاست خارجی خود نداریم بله. و ما هر بار سیاست های ما و احساساتی است اوی سیاست های و احساساتی سبب میشه تا ما نتانیم که بلاخر اگر یکی را راضی ساختیم از خود باز یک همسای دیگه است به خاطر که او خود در تحدید حساب میکنه به خاطر که او فکر میکنه که از, 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 از رواند از گفتگوها و از روند بلاخره تصمیم گیری ها در افغانستان بلخره دور مانده. یک موضوع دیگه رو ما میخوایم به اشاره بکنیم که با علاوه که بازی های منطقه‌ای داره جدیدن شکل میگیره و ما شاید منتظر برایند از نشست ها باشیم چینایی ها جمع پاکستانی ها و جمع روس ها میخواین که ضعیف بسازن امریکای ها را نقشه افغانستان و میخواین که یک بازیگر فعال به سطح افغانستان ظاهر شوند ما فکر میکنم که این داره امی فازی که اینا در گفتگو هم هستن این محورش تعیین کردن که بالاخره تهدیدایی که از افغانستان هست اما در اصل تضعیف ساختن نقش امریکایی در افغانستان هستن و خودشان میخواین وارد این معرکی بشن یعنی تاسو بایی چه در چین او روسیه بیر لطس ده طالبان یا در افغانستان و هند در عریکو چخه او یا هم در افغانستان امنیت در دوی پگرده نده چند چند چن ترس است ترس اولی که 16 سال است که امریکایی ها در افغانستان آمدن بخاطر خاطر ایراس افگرین و بالاخره به خاطر نابود کردن کسایی که به نام القاعده و طالب و داعش گروه های جدید که تازه شکل گرفتن اما بالاوی که وضعیت بدتر نشد مناسبات حتی کشورها بر سر افغانستان به بدترین حالت رسید نه تنها که وضعیت ما هر روز بهتر نشد بلکه ما هر روز شاید بدتر شدن وضعیت بودیم ما فکر میکنیم نگرانی از یا از چند جهت است اولی که گروه های مثل داعش یا در دا افغانستان پایگاهشان تاسیس نشه مدرک که پاکستانی ها ایره برشان اما ساختن دوم در حال که شما گزارش ها را از طریق امریکا دیدین که گفتن که سه از سی هزار نیروی داعشی در دا افغانستان فعلا تنها یک هزار از یا فعالیت میکنه این می که در مقابل داعش عملیات بیشتر بسیار گسترده انجام شده و داعش حال داره در دا افغانستان با او پیمانه که به دنیا وارمود شده با او با یک امکانات و با بلاخره با یک, یک چی نیستن با که شدن با یک تصویر حالا ترس اینا ای است که اینا رخنه نکنند از طریق آسیای میانه به کشورهای آسیای مرکزی و بالاخره به روسیه و چین ترس دیگه از یایی است که 16 سال چرا هیچ ای جنگ بالاخره پایان پیدا نمی و در حالی که هر روز افزایش می و ترس دیگه ای است که امریکایی ها در بسط آسیای مرکزی و آسیای میانه رقیبای جدید به خود پیدا کردن مثل هندیها ترس بالاخره چینایی ها و ترس روس ها از یک جا شدن اندی ها به ها هم یک ترس است که تازه شکل گرفته یعنی د ډیری په دې باور دي چې روسیا د افغانان قانون ته درناوی نه لري ځکه چې پوروسی نسک چې ویل چې ویه هرانه چې د افغانان په اړه د افغانان حالت پکې ګټون ولري حالدا چې دوی وس د خښمنه ماته نه کړخله نه تنه که ای 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 وادار پوره راکړن شما وینین وخت روسا مېن میګن چې مو در 14 سال په خاطر ازې کې مو بوتونې محافظت وکونیم است کنسولګریایي خود و از ډیپلوماټای خود مو مطالبا پول درې ما میخوایم از این شما بگوییم که دولت افغانستان میتونست که در مقابل ایدای روسا بلاخره استاد شوه و بر شما بگه در چهده سال شما چرا ای پول این پول ناوردین سر نیروهای امنیتی افغانستان مصرف نکردین وقتی وقت طالب شما به رسمیت میشناسین من یک جریان سیاسی پس نقش دولت افغانستان دیگه چی میشه وقت شما در 16 سال آمدین از طالب حمایت کردین و از اینا ترسیدن و, و میرم میرسونه شما در 14 سال هیچ تاوال عملی را برای کاروان موترهای روسی و چینایی ها شاید نبودین. به علاوه که اینا اقرار کردن ایره باید مدرک درک کرده بودن که بازی داره جریان داره و ما فکر میکنیم که پاکستانی ها چینایی ها را منیس یک حمایگر دومی خود از گذشته ها در, در دست خود داشتن بلد. و هر زمان که فرصت پیدا میکردن که از یا امریکایی فاصله بگیرند در خاطر بازی هایی که در سطح آسیای میانه و در خصوص در افغانستان انجام میتند بالاخره از روس ها استفاده بکنند بله. دیر من نه هاشمی سبیل تدقیق کرد زمان که بازگم و کرد لیکوال سید رشاد هاشمی خبریال بود چه ده افغانستان مسکو چین او روسیه پر نادری ادری ارخیزان با خدا با تقدیم سلام صبح تمام شما بینندگان عزیز و خیر و شفی کریمی هستم با, با تقدیم نمودن یکی دیگر از برنامه های آغاز روز تا یک ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان در این قسمت از برنامه مهمان و برنامه ایم آقای علی فکور فعال مندنی و در رابطه با اینکه وضعیت آلودگی آب و هوا در <coughs> کابل خیلی زیاد خرابتر شده و از طرف شب اگر به سرکای کابل نگاه بیندازیم و وضعیت اگر ببینیم یعنی گشت از طرف شب در کابل واقعا خیلی زیاد خطرناک تر از طرف روز می بوشه. یک یک مبحث خیلی زیاد یا مشکل جدی مردم یا نگرانی مردم از وضعیت امنیتی بود در وقتهای سبب ولی برای فعلا خیلی زیاد از مردم یا شهروندان شهر کابل زیاد نگران وضعیت محیط زیستی در شهر کابل هستند اینکه واقعا اداره محیط زیست چرا به خاطر جلوگیری از این حالت کار نمیکنه و تا به دست به نشده و شهرداری کابل به خاطر ای عمل یا ای کار با اداره محیط زیست چقدر هماهنگ است و در هماهنگیشان چقدر تانستند که این مشکل رفع بسازه در رابطه به این موضوع بحث بیشتر با آقای فکور ادامه خیلی زیاد تشکر از اینکه به بحث شما اضافه فکور تشکر گرم خدمت شما و دوستای عزیز و پینده های عزیز تقدیم میکنم سلامت خسمه که قبلا هم شدم نگرانی مردم حالا بیشتر از بیش از وضعیت امنیتی نیست ولی خیلی زیاد نگران بابت از این هستند که اگر شب از خانه بیرون میبراین و این وضعیت هم میبینند کلان قدم زدن در, در سرک شهر کابل برشان خیلی زیاد نگران کننده است و خیلی زیاد هم مشکل شده واقعا شما چی فکر میکنید؟ اداری محیط چرا به خاطر جلوگیری از جریان و یا از امی آلت کار توال نکرده خب. <تصفح> چند بحث در اینجا قابل تعمل هست اولا که بحث آلودگی محیط زیست در مجموع یک بحث کلی و بحث جهانی هست یعنی شما ببینید مثلا از بین سالهای 1998 تا سال 2014 اما میزان گرمایش زمین در مجموع دو فیصد افزایش یافته و این نگرانی برای تمام دنیا ایجاد کرده و کنفرانس پاریس هم که سال گذشته اتفاق افتاد در او بیش از 200 کشور دنیا توافق کردن که در رابطه با کاهشی گرمایش زمین کاری را بکنن خوی نشان میده که ای یک بحث جهانی و یک بحث عمومی هست اما در افغانستان متاسفانه دلایل متفاوتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی وجود داره که اینا میتونه در کنار بیتفاوتی ها در کنار بیتوجهی های شهرداری کابل و محیط زیست اداره محیط زیست بر وضعیتی بعد شهروندان منجر شده که اما قسم شما گفتین نه تنها در شب بلکه در طول روز هم متاسفانه قدم زدن و گشت گذار در محیط کابل بسیار خطرناک و کشنده هست ما شاهدی هستیم که در بعضی از قسمت های کابل متاسفانه هوا آنقدر زهری هست هوا آنقدر کشنده و خطرناک هست که اصلا اینی زندگی کردن برای یک انسان معمیل گلون درد داره و صدا به این خاطر چه نمیتونه یگانه دلیلش هم همین هوای زهری کابل هست در کنار اداره محیط زیست شهروندان افغانستان هم ملامت هستند در کنار دولت و شهر شهرداری متاسفانه فرهنگ شهرنشینی و فرهنگ بمچی هم در میان دولت و هم در میان شهروندان رایج و متداول هست شما ببینید مثلا، خود ما شهروندا وظیفه شهروندی خود را درست ادا میکنیم. وقتی یک سیب میخوریم وقتی یک مالته یا کلی هر چیزی که میخوریم پس رو در سرک میندازیم و این میقدر مسئولیت انسانی و شهروندی وجود نداره که همینا رو جمع بکنیم و در جایی که یک سطر گذاشته شده یا زبالدانی گذاشته شده در اونجا چه کنیم مثلا در محیط خانه یا در بیرون همین قسمی که گزارش یونما چند وقت پیش نشر شد گفتن که 19, 19 میلیون شهروندان افغانستان در فضای باز رفع حاجت و این خودش یک آمار تکان دهنده است برای مایی که حداقل دایره فرهنگ 5000 ساله هستیم در کنار این هم قسمت گفتم بعض عوامل سیاسی هم هست که در کنار عوامل تکنیکی که مربوط به اداره محیط زیست و شهرداری کابل میشه اینا هم متاسفانه به وضعیت بخیم شدن شهر منجر شده من به عنوان یک مثال میگم و از آدرس یک فعال مدنی شما ببینید در چند نقطه شهر کابل مثلا یک سری جاها عمود انگشتنما هست مثلا دشت برچی که چند پیش هم طرح بهسازیش از طرف ریاست جمهوری و اداره محیط زیست و شهر وزارت شهرسازی روی دست گرفته شد ما ایرو به فال نیک میگیرم اما جای جایش و بعضی حرفاش به شما خنددار هم هست مثلا دشت برچی یک از جاهایی هست که تنها خطراتش و تنها آسیبهایش به مردم دشت برچی نمیرسه بلکه به تمام ساحه کابل میرسه شما ببینین اونجا وضعیت متفاوتر از جاهای دیگه هست و هوا زهری تر هست، هوا کشنده تر هست ولی این تنها به اونجا نمیمانه حتی هوای پغمان را و هوای مثلا اطراف اکناف را هم آلوده میکنه و ما میبینیم که وضعیت کابل چقدر خراب است و اینو ناشی میشه از آنجا، ناشی میشه مثلا از ساحات غیرپلانی که <تصفح> مثلا در افشار وجود داره، در مثلا چندول وجود داره مثلا در چهار قلای چهاردهی وجود داره اینا هم میتونیم عوامل سیاسی بگیم هم عوامل تکنیکی هست که متاسفانه روی ساحات دیگه کابل هم تاثیر میذاره. مثلا اوتلای روسی که در شهر کابل وجود دارند یکی بس عمومایی که وجود دارند کلا از مواد سخت استفاده میکنن که وضعیت آب را خرابتر و خرابتر میسازن و این مسئولیت برمیگرده به اداره محیط زیست و شهرداری کابل که بیاین از اینا بپرسن که چرا واقعا از این مواد سوخت استفاده میکنن و چرا جلو از این مواد سوخت نمیگیرن و همچنان بحث رفاجت که گفتین زیادتر از شهروندان کابل زمان کمراشون مصاحبه شده و یا در این زمانی که کامرات ازشون یعنی گزارشگر سر خورده با مینا و پرسیده که چرا این کارو میکنین شکایت از اون بوده که اگر شهرداری کابل بیاید یک جای درست مناسب را تنظیم بکنه امه. ما چرا بیایم در این جایی کارا بکنیم چرا نریم به اون جایی که تنظیم کردن و جایی را که تنظیم کردن ازشون پول میگیرن خب زمانی که یک نفره که پول نداشته باشه بره کارا بکنه دیگه خب مسئولیت پس برمیگرده به شهرداری کابل امه. از مسئولیت های اول شهرداری کابل شما چی را میبینین یعنی باید اول همین چیزا رو تنظیم بکنن و جلوی همین مواد سوخته بگیرن یا نه دقیق است ما مثلا اگر یک نگاهی تطبیقی داشته باشیم شهرداری افغانستان یا کابل مثلا باشد شهرداری در کش دیگر کشورها میبینیم که هرگاه شهرک ساخته میشه هرگاه خانه ساخته میشه هرگاه مثلا کارخانه ساخته میشه تمام تجهیزات او و آسپشناسی شناسی او برای آلودگی محیط زیست آسیب شناسی او مثلا برای موجودات زنده‌ای که دور بر او زندگی میکنن و روی اجتماع تمام اینا بررسی میشه و بعد میاین مثلا برای او جواز صادر میکنن و یا جواز صادر نمیکنن اما در افغانستان ما میبینیم که شهرک های سر خود مثلا خانه های سرب خود هر چیزی که مردم خلاصه در هر جایی که یا زور داشتن یا از روی مجبوری و ناچاری در کوه ها پناه بردن در جاهای دیگه پناه بردن خلاصه ایجاد شده و این باعث میشه که از این طرف ما ناکاری ناکارآمدی و کمکاری شهرداری کابل و اداره محیط زیست رو میبینیم و از این طرف هم فرهنگ بمچی و فرهنگ عدم فرهنگ شهرنشیر ما میبینیم وقتی این دو تا با هم ترکیب میشه ما وضعیت رو میبینیم که مثل امروز اما قسم شما هم گفتین متاسفانه شهرداری کابل نه تنها کوتاهی کرده بلکه در این مورد آل عمدن یا غیر امده. به بحرانی شدن وضعیت هم دامن زده مثلا چند دانه تشناب در شهر کابل به نفوس پنج میلیونی شهر کابل کفایت نمیکنه و این حداقل اقل باید در هر صد متری دو صد متری باید این تشناب ها وجود داشته باشد و متاسفانه به دلیل از این, این, این نه تنها در فضای باز بلکه در محیط های سبز، در, محیط در پارک ها، در سرک ها، در تمام جاها خلاصا مردم رفع حاجت میکنند یک تعداد این اثر مجبوری هست و یک تعدادش هم به دلیل عدم فرهنگ شهرنشینی هست و کتایه های دیگر هم از طرف شهرداری و اداره محیط زیست وجود دارد. ما تنها مثلا کار اداره محیط زیست را در نشر اعلامیه ها و در نشر مثلا گزارش ها میبینیم این که همه میتونه این که دیدبان ها میتونه مثلا مؤسسات مرتبط به آلودگی هوا میکنن ولی کار اونا باید فراتر از اینا باشه کار اونا مثلا در رابطه به فرهنگسازی محیط زیستی باشد به با فرهنگسازی شهرنشینی باشد به با آگاهی عامه باشد و یک به یک مثلا اگر کار فرهنگ سازی مثلا در کوتا مدت جواب بدهن، برای این قانونسازی بکنند بکنن به مجلس و شورای ملی و به قوه مقننه اینا پیشنهاد بکنن که خب اگر کسی همچین کار را کرد باید جزای حقوقی یا جزای مثلا کیفر جزایی هم در قبال داشته باشد متاسفانه ما یک وضعیت منفعل را در اداره محیط زیست و همچنان در شهرداری کابل می‌بینیم که این منجر می‌شود به وضعیت امروزی چند وقت قبل اداره تنظیف شهرداری کابل هم بزن موارد را امرا با کارمندایش بیرون می‌برمدن و اگر کسایی که مثلا به می کار تف کردن به سر جاده ها بست رفاجت و همچنان انداختن بعض موارد که گفته نیوجاد و ایگپا بر روی سرک جریمای نقدی میکردن فکر میکنید با این کار و با ادامه از این کار چقدر میتونه این امیر روند بالای کسایی که در شهر کابل خوصا زندگی میکنن تاثیرات بگذاره و از این کار کم کم, کم جلو بگیرید صورت بگیره خب بدون تاثیر هم نیست مثلا در انگلستان نمی مسئله توف انداختن شما گفتین قانون ساختش کس توف میندازه باید جریمه شه این کار کار خوبه هست خب من فکر نمیکنم اونجا مردم خودش مثلا اونقدر فرهنگ شهرنشینیش پایین باشه ولی خب حداقل این برای مهاجرا برای کسایی که نو وارد میشن برای کسایی که با فرهنگ اونجا آشنایی نداره خیلی خوب است و تاثیرگذار بوده مردم اینکه جدید وارد میشه هم از این وضعیت الگو میگیرن و ما در کنار فرهنگسازی در افغانستان میتونیم به مسئله قانونگذاری هم پناه ببریم و این ما رو میتونه خیلی کمک بکنه ما مثلا در موارد مختلف دیگه وقتی میبینیم البته اینم باید یادآور شویم که ما مسئله فرهنگی فرهنگی ما و فرهنگسازی ما به شدت به شدت متاثر هست و ما مثلا یک جاده مشخص را نداریم یک نقشه مشخص را نداریم که مطابق زو عمل بکنیم بعضی از نقشه ها مثلا به طرف پاکستان منتهی میشه بعضی به طرف ایران منتهی میشه بعضی به طرف هر جای دیگه منتهی میشه و ما فرهنگی مثلا یا الگوی فرهنگی مناسب و خاص نداریم که مطابق او عمل بکنیم <تصفح> اما در اینجا هست که قانون میتونه خیلی کارساز باشد مسئله رفع حاجت را هم مثلا من فکر میکنم که در شروع با جریمه کردن در شروع با مثلا بعضی مجازات حقوقی وضع کردن میتونه مسیر باشد ولی در نهایت ما ضرورت داریم که فرهنگ سازی بکنیم آگاهیدهی بکنیم ضرورت هست که از طریق مثلا ملا و منابع و مساجد هم آگاهیدهی دهی بکنیم خب در, در این قسمت آگاهی به مثلا کسایی که در شهر کابل زندگی کردن خیلی زیاد وقتشان گذاشته به این شهر و اونا میفهمند که کم کم که چگونه باید به با شهر کابل گشت گذار بکنند و یا با چگونه اون بعض مورد کس من نظر بگیرند ولی به معلومات خ... تمام کسایی که کس از ولایت میای نمی ولی ولی خیلی زیاد مثلا کسایی که از ولایت دوردست افغانستان می آیند خب تا این طبیعی است که ترس زندگی در ولایت که دوردست از خود مرکز می باشه و در خود مرکز خیلی زیاد تفاوت می ولی اونایی که به اینجا می آیند با این زندگی شهری خیلی زیاد آشنا نیستند ولی فکر نمی که یک از مسئولیت های اداره محیط و یا شهرداری کابل است که آگاهی بکنه برای مردمی که مثلا از خارج از مرکز کابل می و داخل کابل چگونه امی فرهنگ شهر نشینی را باید یاد داشته باشن یا که توسط دمی آگاهی ها بتونن که اون, اون فرهنگ بر از اونها رایج بسازه در این قسمت فکر نمیکنید کمکاری های خیلی زیاد اداره محیط زیست و همچنان شهرداری کابل کرده دقیق است من اجاره کردم البته بحث فرهنگ سازی تنها مسئولیت ای دو نهاد هم نیست مسئولیت شهروندان هم هست مثلا ما چند پیش شاهد بودیم که گروه های رضاکار در سطح شهر کابل به جمع آوری مثلا زمال ها و کسافت ها اینا می پرداختن و این گاهی ناگاهی روی ذهن مردم و روی امو افکار عمومی تاثیر مثبت گذاشته بود ولی بله ها در کنار ای که اینا کارهای فنی و تخصصی برای رفع آلودگی هوا و برای بهبودی و بهسازی شهر کابل انجام میتن در کنار این فرهنگسازی سازی و آگاهی دهی هم از فاکتورهای بسیار مهم هست که این دونه هات میتونه روی دست بگیره قسم گفتم اداره محیط زیست ما ما تا هنوز مثلا رفتیم وبسایت رو چک کردیم مثلا اعلامیه‌هایی هایی را که پخش کردن این صرف در حد صدور اعلامیه و در صدور بیانیه بیانی اینو اکتفا کردن ولی در کارکرد نه در کارکرد ما نداریم مثلا اینا بودجه های بسیار کلان را مصرف کردن و هنوز هم مصرف میکنن ولی صرف میان مثلا در قس... در, در این قسمت با یک سری توصیح ها اکتفا میکنن توصیه هایی که لطف... شهروندان عزیز لطفا فرهنگ شهرنشینی رو مراعات بکنین این ما میتونیم از زبان هر کسی پیش نهیم. ولی کار شما کار تخصصی هست کار فنی هست کار ای هست که شما طرح بریزین برنامه بریزین اگر این برنامه ناکام شد برنامه دیگه رو ریدس دیگه دیگه ریدس و گونه مثال ما مثلا میتونم بگم که اینا میتونن الهام بگیرن و آلودگی هوا در چین به مراتب خطرناکتر است و شهروندان شکایت میکنن که حتی زهری و کشنده هست ولی اونا چه کردن؟ برای رفع این وضعیت اکسیژن پاک را مثلا از کانادا و سایر کشورهای دیگه خریداری کردن و در بالون میارن در هوای مثلا شهر بیجنگ پخش میکنن تا اینکه امو گازهای زهری و کشنده را حداقل چی بکنن یک مقدار ملایم بکنن تا از خاصیت کشندگیش کمتر شود خب این کار اینا هم میتونن بکنن مثلا راه حل که خیلی آسان است برای دولت افغانستان و برای شهرداری و اداره محیط است که در هماهنگی با وزارت اقتصاد میتونن انجام بدن این است که قیمت گاز و قیمت تیل رو بیاین کاهش بدن تا از این طریق مردم به سوخت زباله ها به سوخت پلاستیک به سوخت زغال سنگ به سوخت تایر و موارد مثل اینها پناه نبرن خب مردم از،, از سر مجبوری هست از سر فقر و ناداری هم هست کسی که مثلا توانایی خرید یک خروار چوب را نداره خب اینا مجبور هستن که بر سر زباله ها امی پلاستیک ها را امی تایر ها را و امی زباله ها را جمع بکنن و بیان مصرف بکنن خب اینا به مسائل دورتر از این نمیاندشن به مسائل محیط زیستی نمیاندشن به گرم شدنی خود و گرم شدن اولادایشان در امور شب و در امروز روز میاندشن. خیلی زیاد تشکر از حضور شما آقای علی فکور فعال مدنی که تشریف با تشکر از شما بینندگان هم <تصفح> که تا این دم بحث ما را دنبال کردین با امید ای که هر زودتر این وضعیت آلودگی آب و پس دوباره به حالت عادیش برگرده و همچنان ای که آقای فکور موارد را اشاره کرد دولت افغانستان این موارد من نظر گرفته و کماکم کم این را حداقل انجام بده و برنامه آغازروز همچنان ادامه دارد یک وقفه کوتاه دوباره برمیگردیم خوش آمدید در این قسمت از برنامه آقای محمد عیدری فعال سیاسی و استاد دانشگاه در رابطه با ای که حکومت وعدت ملی در آغاز ای حکومت و در آغاز کمپاینایشان وعده های خیلی زیاد در رابطه به ای که وضعیت امنیتی خیلی زیاد بهتر میشه بر مردم افغانستان و برای کسایی که در اون زمان برایشان میخواستن رای بدن خیلی زیاد تعهد سپرده بودند و گفته بودند که در صورت برد یکی از این کاندیدا وضعیت امنیتی از این حالتش خیلی زیاد خوبتر میشه ولی هر دو کاندید برنده شدند و حکومت بنام حکومت و اتحاد ملی ترکیب شد ولی تا هنوز هم وضعیت امنیتی از امو حالت خیلی زیاد خوبتر نشده ولی بدتر شده همچنان اینکه مردم خیلی زیاد نگران از هستند که تا چه زمانی وضعیت ادامه پیدا میکنه فرار جوان از کش... کشور یک یک حلت اصلی شمی وضعیت امنیتی بوده که خیلی زیاد جوانان بابتی که دی کشور, کشور نشاند به کشورهای اروپایی سفر کردند و در این وضعیت خیلی زیاد نگران کننده هست و همچنان که زیادتر از اعضای مجلس نمایندگان هم شاید از این رویدادا بودند و از این رویدادها بالا از هم انجام شده و در آخرین موارد آقای موتر عامل سعید جمال دین فکور بهشتی عضو مجلس نمایندگان صبح روز چهارشنبه یعنی روز گذشته در سایه دشت برچی هدف یکی از این انفجارها قرار میگیره و مسئولان امنیتی هم میگه که در این رویداد پنج نفر به بش، شمول آقای بهشتی پسرشان زخم برداشتند و در همین مورد گزارش امکاران ما ترتیب دادند که با هم یک جا میبینیم و دوباره برمیگردیم در همین موارد با آقای محمد ایدری بس خود را ادامه میدهیم صبح روز چهارشنبه موتر حامل سید جمال فکوری بهشتی عضو مجلس نمایندگان در منطقه دشت برچه کابل هدف یک بم قرار گرفت مسئولان امنیتی میگویند یک بم در زیر پلچک جاسازی شده بود و هنگام عبور موتر این عضو مجلس انفجار کرد دیدم که دا داخل موتر بچه فکوری بهشتی که دیریوارش بودک و یک محافظش بودک و در سید بستر بخاطر که شیشا خیلی دود و غبار داشتک حس کردم که وکیل نیست بعدا دوستا گفت که وکیل هم بودن ما همین روی سر هم که نفرایی که زخمی افتیده بودن یک بو بودن حادثه همین انفجار رخ داد بسیار این انفجار مهیب ما خود از اجل اینجا رساندیم که مو موتر وکیل صاحب پارلمان فکوری بهشتی در این رویداد گفته می شود پنج نفر به شمول آقای بهشتی پسرش دو محافظش و یک غیر نظامی زخمی شدند شاهدان این رویداد را تکان دهنده می خونند. مسئولیت این انفجار را تا کنون کسی یا گروهی به عهده نگرفته است این دومین حمله بر نمایندگان پارلمان افغانستان در ظرف یک هفته است خیلی زیاد تشکر آقای ایدری از اینکه فرصت دادین و صحبت در رابطه داشته باشیم سلامت باشین تشکر سلامت باشین با نگران شما از وضعیت وزیط امنیتی وضعیتی که فعلا در شهر کابل جریان داره چگونه است بسم الله الرحمن الرحیم بار سلام خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون جهانی آریانا نیوز همون رقم که شما در مقدمه صحبت هایتان کردین مسائل امنیتی یکی از دغدغه های مهمی مردمان سرزمین شده حادثات انتحار، انفجار، سقوط ولایت ها، سقوط ولسوالی ها و حتی در واقع واگذاری اولوسوالی ها به صورت تعمدی از طرف دولت از مهمترین دقدقه های امنیتی در واقع مردمان سرزمین هستند. همون رقمی که در جریان هستیم هر دو بزرگوار که امروز در حکومت وحدت ملی در واقع شرکت سهامی دارند و پنجا پنجا در ساختار قدرت سهیمند در دوران انتخابات در دوران کمپاین انتخاباتی هر کدامشان برای هم برای بهبود شدن اوزای امنیتی، اوزای اقتصادی، ثبات سیاسی، بهتر شدن را در واقع روابط افغانستان با جهان و همه اینا وعده های بلند بالای را برای مردم افغانستان داده بودند به تعبیر دیگر در واقع برای مردم افغانستان یک مدینه فاضله رسم کرده بودند که همه احساس می‌کردند که خب با رای دادن به اینها و به این دو تا تیکت میشه افغانستان را در واقع از عمق بحران نجات داد و گمشوده مردم افغانستان که همان صلح و امنیت هست در افغانستان به وجود خواهد آمد اما برعکس ما در اگر یک نگاه کلی در واقع در کلی و گذرا در دو نیم سال از دستاوردهای حکومت وحدت ملی در قبال تامین امنیت داشته باشیم میبینیم که فاجعه آفریده شدن ولایت ها سقوط میکنه حادثات خونین و در واقع در ولایت ها در در پکتیا در در بدخشان در در قندوز در کابل در وردک در ساحات مختلف افغانستان در واقع مردم افغانستان به خاک خون کشیده میشه و دولت افغانستان هیچ استراتژی نداره جدیدا شما آقای معصوم استانگزی در واقع صحبت هایشان در پارلمان افغانستان دیدین که نه به عنوان مجری و تن مجری و تنفیذ قانون کسی که در واقع این وظیفه را داره که بیان در افغانستان ثبات را بیارن کسانی که بر خلاف منافع ملی بر خلاف امنیت ملی افغانستان دسته میکنن اونا رو دستگیر بکنن و به پنجه قانون بسپارن اظهارات آقای استانیگزه شبیه یک کسی است که دارن از عادت اپوزیسیون صحبت میکنن در در اینجا نمیفهم میگه که ستون پنجم وجود داره و به نفع استخبارات منطقه کار میکنه وقتی که تو در جریان هستی وظیفه هست مسئولیت داری به عنوان رئیس امنیت ملی و به عنوان کسی که بزرگترین ارگان کشفی و اپراتیفی افغانستان در اختیار تصبر برو اونها دستگیر کن در در مجموع وضعیت امنیتی افغانستان از یک طرف این این بودش هست بود دیگه ای که فعلا دا حداقل حد مردم کابل نگران کرده بود به میزان بالا بودن جرایم جنایی در کابل هست این فاجعه بارتر اتفاق باز از از مسئله انتحار انفجار هست که جدیدا در کابل اتفاق میفته در نواحی مختلف شهر کابل هر شب هر شب یک اتفاق وحشتناک جنایی میفته اجازه بدین من یک قضیه را که من خودم شاهد بودم و بر خودم اتفاق افتادم من از یک حمله مسلحانه در واقع به یک نحو خو... آلا قرار نبوده که بمیرم زنده برآمدم در اونجا خب من تماس گرفتم به مسئولین امنیتی به مسئول مسئول امنیت ملی در واقع شهری کابل و به قماندان امنی کابل معاون قماندان امنی کابل آمد منزل ایشون به وضع بگه که خب من بعد از تلاش میکنم تدابیر گرفته شوند خب دیگه اتفاقات نیفته میگه که آقای حیدری متوجه خود باش نمفاهم ای شهر هر روز داره چند نفر کشته میشه یعنی به بعضی که به ما اطمینان خاطر خب میدن در این که زندگی میکنن دارن به خاطر کشتن زندگی میکنن یا که کشته شدن زندگی میکنن حرف ما همیست من گفتم که خب من برای این نیامدم که شما را دعوت بکنم که شما دلهورگی و تشویش مرا بیشتر بکنید اینا میان ما،, ما از شما خواهش ای بودن که حداقل توقعی ما به عنوان یک شهروند نیستن که شما بیاین امنیت ما رو بگیرین در قسمت بهتر شدن اوضاع امنیتی و در قسمت کسانی که در واقع دست به اعمال جنایی میزنه اونا دستگیر بکنین و پنجه قانون بسپارین حوزه های امنیتی که در شهر کابل افراز شده متاسفانه خودشان منبع فساد هستن در خیلی از مسائل می‌بینیم که حوزه ها دخیل هستن حتی در مسائل بد اخلاقی که امروز در خود شهر کابل هم رواج هست اگر دست در واقع خود حوزه‌ها در اونجا دخیل هستن از از،, و از رستوران ها گرفته تا تمام مسائل خوردوریز جنایی که در کابل اتفاق می افتن متاسفانه حوزه‌ها در جریان هستن و نمیشه جلوشان را رو نمیگیرن. همه مسائل خوب، پولی شده دلیلش این است که هیچ گونه مدیریت هیچ گونه بررسی هیچ گونه تفتیش از حوزه‌های امنیتی افغانستان از مسائل پولی هم وجود نداره. وجود فساد بدون شک وجود فساد در, در حوزه های امنیتی افغانستان بیداد میکنه هیچ کاری هیچ کاری یک شهروند در صورتی که خدا نخواسته اصلا خدا نخواسته یک تابوس برای برای مردم که پایش به حوزه بکشه چرا وقتی پایش به حوزه میکشه و بعد میره به ولایت کارشون به حد دشوار میشه که در واقع دیگه خلاص کردن از اونجا بدون پول غیر ممکن هست که تو بتونی در واقع در حوزه بری و باز بدون پول دادن به مسئولین خودت جانت از اونجا بکشه یعنی در تمامی مواردی که مثلا خلاف قانون هست و حوزه باید در در او او آدرس رو ببنده به خاطری که این آدرس در واقع خلاف قانون داره کار میکنه اگر کافی تو برشان پول بدی دیگه هر غلطی که میخوای در افغانستان در شهر کابل میتونی انجام بدی روی این لحاظ ای هم تاثیر منفی داره بر امنیتی کابل بر امنیتی جان به در واقع برای نخبگان کشور و کلای کشور و و کسانی که در واقع برای این کشور کسی هستند روی این لحاظ است که من حرفیم برای برای, برای سلان حکومت وحدت ملی برای برای مسئولین امنیتی این است که یک بازبینی بکنن تجدید نظر بکنن در قسمت در واقع مسائل امنیتی مربوط به کابل در قسمت اوزه شکایت را که از فرماندهی امنیام داشتن شربندان کابل و یا کسای دیگری هم که از مجلس نمایندگان صحبت کردن میگن که در بحث جابجایی یاملی نوزه خیلی زیاد خودشان دخیل نیست و اینجا کسایی هستند که یاملی نوزه را زور واسطه شناختی ازشان دارند و به زور پول میآیند جابجایی میکنند و وی باعث میشه که وضعیت کنونی شهر کابل یا وضعیت امنیتی به این شکل باشه پس تا چه زمانی نمی وضعیت ادامه پیدا میکنه آیا واقعا تا زمانی که نمی اصل بین کسایی که در سر سران حکومت هستند و کسایی که در این عدد یعنی میتونن که نمیره کمی یک نوزه را بیارن و جا بجا بجا بکنن ادامه داشته باشه یا خیر؟ پیاین های واسطه و غیر مسلکی سازی نیرهای امنیتی فاجعه خواهد آفرید شما در اگر آمرین حوزه آدم های کار کشته متخصص و در واقع آشنا با مسلک خود باشه هیچگاهی در حوزهش اتفاق بعدی نخواهد افتاد چرا که او بیدار است او تفتیش میکنه او در واقع صاحی خود تحت چک و کنترل داره اما در صورت کسای غیر مسلکی بر اساس واسطه بازی بر اساس در واقع استانداردها غیر نظامی اونایی که با با مسائل حربی و نظامی و استخباراتی آشنایی نداره اونا بیان تبیستن که در در هر نقطه از کابل که او رقم هم مستقر بشه در در در, در جای یک حادثه غمبار خواهد افتاد که ما در 13 سال گذشته در 14 سال گذشته همیشه از این ناحیه زخم خوردیم این این خیلی حماقت بار هست که ما بارها از این ناحیه تجربه دیدیم در واقع کسان ما جوانان ما در واقع نوجوانان ما به خاطر بی‌پروایی و به خاطر در واقع عدم توجه مسئولین به وظایفشان در واقع به شهادت میرسه و به خاک خون کشته میشه و ما باز هم در واقع به همون سهلنگاری های قبلی خود تاکید میکنیم اجازه بدین یک یک مسئله دیگر رو هم خواهیم به کل مطرح بکنیم که او از آدرس مسئولین امنیتی افغانستان مطرح میشه که ما در جنگ جبهه‌ای در واقع دشمنان مردم افغانستان را شکست دادیم خب از من امروز در واقع جنگ بد رو حنین نیست که تو رو در رو صف صف ببنده و بعد در صف در اون صف همدیگر تا شکست بدین امروز جنگ جنگ استخباراتی است جنگ جنگ در واقع به آله های استخباراتی است جنگ, جنگ جنگ جنایی هست که در در واقع در در, در, در کابل داره اتفاق میفته شما باید بخش استخبارات تان بخش کشف تان بخش ارگان کشفی و استخباراتی تان قوی شوند تا جلوگیری بکنیم از حادثات خونینی که در, در شهر کابل اتفاق میفته اینها مهم از جنگ جبهایی که امروز شما در او وضعیت قرار ندارین که رو در رو در یک صف واحد قرار بگیرین و بعد بگین که ما با اساس تو و یا نمیفهم شمشیر ای که داره ما بر دشمن خود غلبه میکنیم این این جنگ امروزی نیست جنگ اف... جنگ امروزی جنگ در واقع سلاح های پیچیده سلاح های پیچیده است جنگ های استخباراتی و در واقع بسیار مرموز هست که ایر می طلبه که نیروهای امنیتی افغانستان نیروهای کشوی استخباراتی افغانستان 24 ساعت فعال باشن و به وظایفشان آشنا باشن با مسلکشان آشنا باشن تا زی حال سات جلوگیری بکنن مسئله بعدی هم که من میخوایم با استفاده از فرصت اشاره بکنم مسئله انصافا ستون پنجمی ها هست در خیلی از نقاط سبز امنیتی شهر کابل ما شاهد اتفاقات وحشتناک و ناگواری بودیم اینها بدون در واقع یک همکاری در درونی ممکن نیست ممکن نیست که شما یک در واقع های انتحار و انفجار و سلاحهای های را حتی به یک بخشی از کابل انتقال بدیم که خودش نقطه سبز امنیتی است چگونه میشه که اینا از این دروازه های یعنی کسای داخل نظام هستند که کابل اینا را کمک میکنه, میکنه <applause> که تامی عمل انجام بدن <applause> بدون شک آی سیاف میگه سوسین پنجم وجود داره در واقع سایر بزرگان شورای جه جهادی و ملی میگه ستون پنجم وجود داره آقای انوال حق حدی میگه ستون پنجم وجود داره ستون داره. هم اگه با. حتی آقای زی به عنوان رئیس امنیت ملی میگه ستون پنجم وجود داره وقتی که ستون پنجم وجود داره بدبختی دیگه ای که متاسفانه امروز در ادارات کشفی و امنیتی افغانستان هست خود آقای زی و در واقع مسئولین ارشد امنیت ملی و حتی شورای امنیت ملی افغانستان به ستون پنجم بودن متهم هست روی این لحاظ است که یک باید در در دستگاه امنیتی افغانستان یک تجدید نظر صورت بگیره و یک دیگر دیسی در این تصامیم به وجود بیاید که ما شاهد در واقع بهتر شدن وضعیت امنیتی در کشور باشیم در غیر از او اگر ما همرو که افغانستان زای هم, هم عرض کردم در پارلمان پلان استراتژیک برای ما در واقع امنیت افغانستان نداشته باشیم به امنیت و ثبات دائمی در کشور نخواهد رسیدیم ای که امروز یک اتفاقی میفته ما بریم در یک صحه پوسته افراز بکنیم در یک صحه بریم دو تا نیروی اضافه بکنیم اینها اینها پلان های روزمره هست امنیت افغانستان را تامین نمیکنه ای ما یک شهروند و کسی که حداقل ابتدایی ترین مسائل امنیتی و سیاسی رو این است که این نو پالیسی در دراز مدت برای افغانستان و برای امنیت افغانستان پاسخگو نیست پلان های پلان های امنیتی افغانستان پلان روزمره هست با روزمرگی داره حکومت روزشان میگذرانه روی این هاز ها پیشنهاد من این است که دکتورین امنیتی افغانستان هرچند نمیشه گفت که دکتورین امنیتی چون ما اصلا نداریم یعنی کسی که در افغانستان استراتژی جنگ و صلح افغانستان را برنامه ریزی بکنه خب به هر حال کسانی که در رأس ارگان های امنیتی افغانستان هست استراتژی جنگ و صلح افغانستان مشخص شوه پالیسی های امنیتی افغانستان مشخص شوه آسیب نقطه هایی که از, از اون ناحیه افغانستان آسیب پذیرند مسائل شهری مسائل های در واقع مرزی در ولایت افغانستان در ولسوال های افغانستان اون نقاط شناسایی شده و حتی مسائل هایی که درون شهری را که مثلا اونا باعث همکاری بروهای... با داخل نظام وجود داره فکر زمان یا وقت هم حداقل باشه برای از اینا که بیاین روی مسائل امنیتی صحبت های داشته باشن یا ای که حداقل در فکر ازی باشن که چگونه میتونیم که برای بیرون در آمدن از این بحران کار بکنن یا نه متاسفانه <تص> که این یکی از دردهای یا که زخم های ناصر دیگر مردم افغانستان هست که دو سال از از عمر حکومت میگذره ما به واسه که به مسائل های اساسی و به قول رئیس جمهور به مسائل بنیادی افغانستان فکر بکنیم ما چهار زد و بنها و حذف و نصب همدیگر در درون سیستم هستیم لذا ببینید بازی درون سیستمی داره در افغانستان جریان داره ما در بیرون بازی نمی کنیم این اینکه که ما بیایم مطابق به فهم رقبای منطقه ای رقبای بیرونی خود در افغانستان بازی بکنیم، اینطور بازی نمیشه بازی درونی هست بازی درونی هم بازی برد برد نیست که ما برای, برای در واقع انکشاف افغانستان برای بهتر شدن امنیت افغانستان بازی باخت باخت هست ما در درون همدیگر همدیگر رو در, در درون نظام یا به تعبیر دیگر در, در درون سیستم همدیگر را مصروف نگه داشتیم و از توجه کردن به مسائل بنیادی که میتونه افغانستان به صلح و ثبات به امنیت بهتر به انکشاف بهتر و در, در نهایت به اقتصاد بهتر و به توسعه برسانه ما مصروف این حرفا نیستیم بلکه متوجه مصروف حذف و در واقع نسب همدیگر به صورت به بازی به گونه بازی باخت باخت هستیم روی این لحاظ است که ما نمیشه امیدوار بود ولی یک چیز دیگر هم میشه تاکید کرد که او برمیگرده به اراده رئیس جمهور که شخص رئیس جمهور افغانستان همون رقم که تمام صلاحیت ها هم متمرکز شده به دست خودش در واقع اراده بکنن برای بهتر شدن وضعیت و اون حلقه مافیایی و خطرناک دور رئیس جمهور را در واقع حلقه زده و باعث نمیگذارن که رئیس جمهور مستقلانه تصمیم بگیرن اون حلقه رو هم از اطراف خود دور بکنن تا در افغانستان یک ثبات نسبی حاکم شود در غیر از اون دورنمای امنیت نه تنها امنیت افغانستان خوب نمیبینیم که بلکه شما عملا میبینید که افغانستان قبلا رئیس جمهور میگفت که ما سیاست ها سیاست خارجی خود را باز کردیم امروز ارتباطات سیاست خارجی افغانستان در حد خیلی متعارف وجود داره ولی عملا میبینیم که کشورهای بزرگی مثل هند و چین و پاکستان مثل چین و پاکستان و روسیه میاد در رابطه با مسائل افغانستان رایزنی میکنه ولی از افغانستان خبر نیست اونها هم کشورهای کمی نیست در منطقه هر کدام کشور چین و چه روسیه خودشان عضو شورای امنیت هستند حق ویتو رو در سازمان ملل دارن اونا تأثیر گذارن در مسائل منطقه افغانستان اگر شما به لحاظ مسائل دیپلماسی و دیپلماتیک در, در, در منطقه فعال هستید چگونه هستن که روی افغانستان در واقع تصمیم گرفته میشه ولی هیچ نماینده از طرف دولت رسمی افغانستان در اون جلسه خب، وجود که ندارن. از بس خیلی زیاد دورتر نمیم وضعیت <تصفح> برای فعلا میایم به شهر کابل گذشته از ولایاتی که اصلا اونجا که مشکلات خیلی زیاد است اگر روی از اون مشکلات یعنی بس صورت بگیره از فرصت برنامه هم خیلی زیاد بیشتر و بیشتر است خصوصا در شهر کابل یادآور شدیم که نگرانی های مردم خیلی زیاد بیشتر شده وضعیت از این است که یک روز بالا یک از اعضای مجلس نمایندگان عمله صورت میگیره یکی یک روز دیگر بالای کس دیگر این وضعیت ادامه داره برای از اینکه از این وضعیت ما حداقل یک یک, یک که حداقلش تعمیر روحی مردم نسبت به اینکه شما بشر شهر کابل زندگی میکنین میتونین که زندگی بکنین درست یعنی به خاطر اینکه نکشته شوید چی باید کرد از کجا باید شروع کرد حداقل برای فعلا چن چند مسئله بون چند مسئله به عنوان جنبندی و در واقع راه حل من میتونم پیشنهاد بکنم یکی این که در واقع وزارت داخلی افغانستان یک بازنگری بکنن یک تفتیش جدی داشته باشن از حوزه های امنیتی یک دوم که در خیلی از حوزه ها بعضی از حوزه ها خیلی گسترده هستند یک حوزه نمیتونه رسیدگی بکنه این برمیگرده به شورای امنیت ملی افغانستان مثلا هم مثال زندگیش ما حوزه 13 هم میگیریم مون نزدیک به دو میلیون نفر نفوذ زندگی میکنه در حالی که یک حوزه برای چند نفر ساخته میشه برای 100 هزار نفر برای 100 هزار نفر این استانداردش است ولی او حوزه داره برای دو میلیون نفر قرار است اونجا رو بازرسی بکنه بررسی بکنه و در واقع امنیتش تأمین بکنه روی این حاضر است که افراز حوزه های جدید میتونه باعث ثبات امنیت افغانستان ثبات شهر کابل شد مسئله دیگه هم در مسائل در واقع کسان هستن که در رس ارگان های کشفی و استخباراتی در واقع شهر کابل گماش نمیشد تا زمان که جنرال ظاهر بودن همه مشاهد بودیم که در واقع ایشان نسبت به وظیفه ایشان نسبت به مسلکشان متوجه وظایف خودان بودند در قسمت مسائل مسلکی خود هم آدم کارکشته بودند به هر حال یک ترس وجود داشت از اینکه کسی که در واقع مرتکب جرم جنایی میشه که یک وقت به پنجه قانون سپرده شه اما امروز میبینیم که آدمای غیر مسلکی و غیر حرفه‌ای در واقع در رأس ورگان های کشی شهر کابل هستن که هر نوع اتفاقاتی هم که بیفته او کسی هم که در واقع یک جرم جنایی را انجام میده هیچ ترس و ایبای هم نداره که اینا فردا با پنجه قانون سپرده بشه روی این لحاظ پیشنهاد ما این است که ب... ب... اینا روی ارگان های کشفی و استخباراتی خود در کابل بازبینی و بازنگری بکنه یعنی یعنی عمده ترین چالش های امنیتی در شهرها مخصوصا مسائل کشفی و جنایی هست که روی این مسائل باید دقت بکنه اگر بخش استخبارات ما بخش کشف ما اینا ضعیف باشند در شهرها ما که در, در شهر کابل ما که جنگ جبهه‌ای نداریم همین است دیگه اگر شما در واقع در بخش استخبارات و کشف تن ضعیف باشین حمله انتحاری رخ میده اگر در بخش کشف و استخبارات و جنایی تن در واقع ضعیف باشین حملات جنایی در واقع جرم جنایی اتفاق میفته روی این لحاظ هست که اگر میخواین وضعیت کابل بهتر بشن و اگر سران حکومت وحدت ملی و مسئولین امنیتی از زد و بنهای درونی خود یک لحظه فرصت بکنن فکر بکنن روی مسئله من فکر میکنن راه حل این خواهد بود خیلی زیاد تشکر از شما آقای محمد عیدری که بردید و تشکر میکنم از شما بینندگان عزیزم که تا این دم ما را دنبال کردین برنامه آغاز روز در اینجا به پایان میرسد